سلام و صد سلام دوستای عزیز، آرزومند هستم که در هر گوشه و کنار از این کره خاکی که زندگی میکنین لباس عافیت به تن داشته باشین و یک زندگی پر صفا و صمیمیت به سر ببرین. دوستای عزیز، خوشحال هستم که امروز باز هم با یک برنامه جدید به حضورتان حاضر شدیم که برنامه از قرار است که شما در جریان هستین که آشپزخانه که ما برای شما برنامه تیار میکردم او در طوفان خراب شد و همه چیز از صفر پس شروع شد. برنامه ها را دیده باشین هم که ما در روی باغ یا در روی زمین بدون کدام امکانات بر شما برنامه آماده ساختیم و تقدیمتان کردیم. خب امروز میخواین به خاطر مرغا یک اولی یا مرغانچه آماده بسازن و در ضمن از اون میخواییم که برشان به خاطر که برم کار میکنن یک کباب مشهور که همگی شما با او آشنا هستین به نام کباب KFC برتان تیار کنم منتاب و ببینین که این کباب با کدام طریقی آسان ما آماده می سازم. بریم که بریم، تمام مواد سرمیز آماده ساختیم، بسیار آسان است. و قبل از اینکه من دوستا برنامه را شروع کنم یک تشکری خاص می کنم از شما عزیزم که همیشه ما را حمایت کردین، برنامه را لایک کردین، چینل سابسکرایب کردین و با دوستایتان شیر ساختین. دوستای عزیز، مواد سرمیز آماده است، بریم که بریم مرام روی کنین که کاریگرا گشنه نشن یک دفعه نگوین که نان باز من مجبور هستم که زود برشان آماده کنم. بریم دوستا سرمیز ببینیم که بازم بدون کدام امکانات و بدون همه چیز در روی باغ برتان ما ویدیو آماده میسازم. مرم روی کنیم. خب دوستا عزیز، ما آمدم سرمیز کار و میبینیم دوستا که باز هم مسالا و همه چیز سرمیز تید کردیم. دوستا ما به اندازه فامیل خود گوشت مرغ دارم، البته بگویم که ران مرغ است و ایران مرغ. دوستان ما به این رقم به این شکل ببینین همشه ما برش داریم. دوستان عزیز، در قدم اول ما ضرورت داریم به سرکه یا گوشتانه ببینین. ما اینجا 2.5 کیلو گوشت دارم، چیز کم دیگه 1 کیلو سرکه گرفتیم. سرکه را اضافه میکنم. سرکه به این خوب است که گوشت نرم میساز. 2 قاشق نمک، نمک سفید. خب دوستان نمک اضافه کردیم. نمک هم خوبی هم به خاطر طعم و مزهش خوب است و هم ای هم خون گوشت، خون اضافی گوشت میکشه. 4 قاشق ای سویا را از خاطر خامبوییش اضافه میکنیم. اگر سویا نداشتین میتونین که کافی را حل بسازین، میشه که از کافی استفاده کنین. رنگ دیگ داریم دوستا، ای را هم اضافه میکنم. سویا بیخی رنگ گوشت ببینین دوستا تغییر داد. گوشت خامخا دوستا چی داره؟ خامبویی داره. ایره انال چی میکنیم؟ با آب سرد ایره اخته میکنم. معظم دوستا آب دبینش اضافه کردم و 1 قاشق غذاخوری زردچوبه هم به اضافه میکنیم که مزیش و رنگش تغییر بده. همشه خوب مکس میکنم. خب از ایره میمانم که 10-15 دقیقه اخته شود. ایره 1 طرف میمانم. خب دوستا دیدین که من 2 رقم مساله آماده ساخته بودم. 1 رقم مسالهی که گوشت دهش اخته کردم و مساله دومه که از این من برتان میخوایم معرفی کنم که او را در کجا استفاده میکنم. من اینجا دوستا 2 خلطه آرد دارم. در 2 خلطه آرد، در 1 خلطیش من مساله اضافه میکنم، در 1ش نمیکنم. شما ببینین که من بازی کباب به چی رقم پخته میکنم و البته برتان بگم که کباب تند یا اسپایسی است، بسیار مزه‌دار است. خب در 1 خلطیش من میخوایم که 1 قاشق غذاخوری دوستا زیره دیگ اضافه کنم، پودر زیره. 2 قاشقم دوستا تخم گشنیز، 1 قاشق غذاخوری هم مرچ سیاه، 1 قاشقم دوست پودر سیر، 2 قاشقم مرچ سرخ میده شده اضافه میکنم و 1 قاشقم نمک سیاه اضافه میکنم. نمک سفید یا نمک دیگ اضافه میکنم. همشه خوب با هم مکس میکنم. از این
هم دوستا فضای خشک درخت های باغ که بخیر کمک کمک خدا ماده ساختن که بخیر به خاطر برکدن. خب دوست عزیز، قسمی که میبینین در 15 دقیقه از این گوشت پوره شده و گوشت ببینین خوب اخته شده. ببینین عزیزم، خون اضافیش هم برآمده از داخل گوشت. حالی ده من عزیزم میگیرم یک دانه دکچه لوساف میندازم تا که آبش تصفیه شوه. خب دوست عزیز، آب از این مکمل تصفیه شده. شما گوشت میبینین که چقدر خوبش اخته شده، در بینش هیچ خون چیز نمانده. حالا من توتای گوشت اول میگیرم در آرد سفیده که مساله نداره، در این میندازم به مو اندازه یک دوریم که مو یک دوره چقدر که پخته میشه. ببینین عزیزا، این همشه با آرد خوب مکس میکنم یا سر خلطه را بسته کنیم به این رقم خوب این را مکس کنیم به خاطر آسانی کار. بعد از او هر دانه از این را جدا جدا می تکانم. ببینین به این رقم وقتی که این را تکاندم در اینجا دوستا من یک کاسه آب سرد دارم، نه آب ساده است. این را در داخل آب ساده می اندازم، هم از این را از آرد سفید می کشم و در داخل آرد آب ساده می اندازم. باید در تمام قسمت های از این دوستا آرد بره. وقتی که ایره داخل آب ساده انداختم، از داخل آب ساده میکشم شایزا در بین از این آرده که مساله داره در بین از این میندازمش. ایره هم خوب مکس میکنم به آرده که مساله داره. ببین عزیز، تمام قسمت هاش باید آرده به خود خوب صحیح بگیره، یعنی یک جایش هم بدون آرد نمانه. این دوستا آماده پختن است. ایره میمانم در اینجا تمام شایزم به می رقم آماده میکنم. دوستا روغن هم ماندیم سر آتش که داغ شد. عزیز، تمامش به می شکل آماده میسازم. یک دوره جور شده، یعنی می خواهیم چند دوره دیگه هم جور کنم و این هم باید با آرد خوب مخلوطش کنم. خب عزیزم، قسمی که میبینین یک دوره آماده شده. خب عزیزم، من روغن چک کردم، روغن داغ است. بسم الله گفتم، من کبابا را در بینش میندازم. آتش البته باید بگیم دوستا که کم میمانیم، متوسط آتش زیاد نباشه. قسمی که میبینین دوستا کباب در حالت پختن است، منتها آتش بسیار کم است. اگر گاز بود، اگر آتش چوب بود، اگر برق بود، بسیار آتش کم میمانیم به خاطر مغز گوشت باید پخته شود. ببینین نمزه مدوری اولا نکشیدیم. دوستای عزیز، دوری اولش پخته شد. من دوری اولش میکشم. ببینین که دوستا این چقدر خوبش پخته شده. بیره تمامش میکشم. بسم الله گفته. دوستا دوری اولش کشیدم، چقدر نام خدا مقبول پخته شده. بسم الله گفته. داوتش کم دوستا پخته میکنیم تا دوری اول واره که خوب همونتون مقدوش پخته شده. دوستا عزیزی، ببینید که دوری دوم شما انداختیم، منتها آتش بسیار کم ماندیم بخاطر که خوب مقدوش پخته شده.
دیگه دنیا خوش هم منتظر می باشم که پخته شوه. خب دوستای عزیز، کباب KFC ما پخته شد دیگه، آماده است. دوستا شما دیدین به کدام طریقه ما آماده ساختم. دیگه اولادام سخت گشنه شدن و یکمک وقت در بر گرفت به خاطر که دهاتش کم پخته میشه. دیگه دوستا کباب ما آماده است، فامیلا منتظر خوردنش است. مصیب جانم باید برتون بگم که مریض است. خب ببینیم دوستای عزیز که مصیب جان کپتان سلام علیکی داره. به نام خدا به عرض سلام دوستای عزیز، ارزمند است خوب سلامت باشین. دوستای عزیز امروز مدرن KFC پخته کردن، زیاد مزه داره است. به فرمایش ازمیا پخته کردیم دوستا. بله، به خاطر که مصیب مریض بود، دمقدر وقت هیچ چیز نخورده بود. دیگه به دوستایت میگی که بر دعا کنن جور شوی بخیر. بله دوستای عزیز، بر من دعا کنین که جور شوم. یا بخیر. خب دوستای عزیز، کباب ما آماده است. مصیب جانم سلوالکی خدا کرد، حالا من بر شما نشان میتم که ببینین که این کباب به چی رقم مقبول و به جنجال پخته شد. ببینین عزیزم، سرش مکمل قاق آمده باشین. سرش قاق است بیخی و داخلش که توته کنین بسیار مقبول پخته شده. ببینین عزیزم، رنگ زرچوبه است در بینش، رنگ مرچه است در بینش، بسیار خوبش پخته شده. هر کدام شکل توته کنین دوستای عزیز، ایره که اگه توته کنین هم امیره قم مقبول پخته شده و ایره دوستا ببینین بیخی پکوره واره، اما تو خوب قاق و خوشمزه آمده. دوستای عزیز، جای تک تک تان خالی، ما مصیب جان میخوریم میبینیم کمد. البته دوستای عزیز، باید برتان بگویم که شما میتونید با کچپ هم نوش جان کنین، با چتنی، با ساس، با آچار هم نوش جان کنین. ما کچپ نوش جانش میکنیم، جای تان خالی. بگی مصیب جان نوش جان که بسم الله بخواه. دوستا با واقعی که خوب بش آمده، من دیگه صفت نمی کنم. دوستا عزیز، با وجود از اینکه ما از کباب KFC نخوردیم، خودتان می فهمین که موضوع چی است. منتها اولادا زیاد خوش دارن، همیشه در خانه تیار میکنم که به نظر من این مزادارتر از او کباب است، به خاطر که همه چیزش در خانه آماده میشه و به دست خدا آدم دل بیغم نوش جان میکنه. عزیزای دل، این بود یک روز برنامه پختن کباب KFC. خدا کنه که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه و ازش یک استفاده خوب کرده بتارین. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه من برنامه رو ختم کنم، یک تشکری خاص میکنم از شما عزیزم که همیشه مرا حمایت کردین. با وجود از اینکه در اواخر من ویدیو هم کم دارم براتان، بسیار ببخشین دیگه، مشکلات من خودتان درک میکنین، مگر بازم شما مرا حمایت میکنین با لایک کردن و سابسکرایب کردن چینل. و عزیزایی که نو به فامیل ما پیوستن، خوش آمدید میگیم اونا را که به فامیل ما پیوستن، چینل لایک کردن، سابسکرایب کردن و تکمه زنگوله را فشار دادن. بازم برتون یادآور میشم که خواهرتان به ایمانتان ضرورت داره، لطفا چینل لایک کنین، سابسکرایب کنین و تکمه زنگوله را فشار بدین. به شیر کردن ویدیو عزیزم سختی نکنین، به دوستا و فامیلاتان هم شیر بسدین. و دوستا عزیز، باید یادآور شوم که ما هر نوع پیشنهاد انتقاد میپذیرم، انتقاد پذیر هستم. اگر پیشنهاد دارین یا کدام انتقاد دارین، کمی و کاستی در برنامه است، در کامنت به من نشته کنین تا در برنامه آینده بخیر اصلاحش بسازیم. از این دل، تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا دیدار بعد، شما رو به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. ایام به کامتان، خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظ. بخوبه چیم دو مزمه ایتا؟ زیاد مزداره.